از دوران کودکی و سالهای واپسین جنگ چند تصویر گنگ و مخدوش سیاه و سفید دارم. تصویر اول، ازدحام کوچه های باریک و تنگ محله تولیددار تهران در شبهای آژیر خطر، کوچه های ناهموار و طولانی، آسفالت های شکسته، زمین های خاکی، کرور کرور بچه همتبار و همسن که همیشه خدا و ایلان کوچه اند، صورتک های بیرنگ و سالکی، سپید و بیرمق، ناخون های لک افتاده از کمبود ویتامین، هجله های چند زلی و صدای عبدالواسط. راستی چرا اکثر تصاویر ذهنی من از دهه 60 شبانه است؟ تصویر دوم، برق رفته است. در حیات خلوت قدیمی روی سه چرخه آنتیک روسی چرخ میزنم. از رادیو ترانزیستوری خانه صدای مارش جنگ میآید. مارش دقیقا همان مارشی است که خبر آزادی خرمشهر را روی تمش خوانده بودند. کمی بعد صدا قطع می شود و موج رادیو می چرخد. از میان پارازیت های رگباری صدای بم می خواند. وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون، ستاره ها اعدامیانه. دلشورم می گیرد. ترجیح می دهم اهالی خانه به جای رادیوی خارجی رادیو را دوباره روی موج ایران تنظیم کنند. اینطور خیالم راحت تر است. می ترسم مبادا بمباران ناگهانی شروع شود و صدای آژیر را نشنوم. چرخ قرازه را داخل حیاط پارک می کنم و به خانه می روم. خانه بوی نفت می دهد. بوی نفت و آهن داغ بخاری ارج. چه عطر دلانگیزی. خانه توی حالی از نور ملایم چراغ نفسوس با صدای داریوش ترکیب می شود. اسم خواننده را نمی دارم. معنی ترانه را هم. اما در فضای کودکانه این همامیزی عجیب می چسبد. مامان و بابا و برادر و بزرگم درون این خاطر کجای خانند؟ چه می گویند؟ یادم نیست. اما پشتی ترکمن خانه را خوب به یاد دارم و بالش درشت پشم شیشه را. با صدای داریوش و بوی نفت نعشه شدم و چشمهایم آرام آرام گرم می شود. تصویر سوم، شروع این خاطره را از اینجا بیاد دارم. صدای آژیر شروع شده است. روی گاشو نشستم. گاشو چیست؟ چیزی معادل توالت فرنگی این روزها، اما ورژن کودکانش با پلاستیک بازیافتی کم‌وزن. بمباران تهران شروع شده است و صدای سهمگین بمب اول را شنیده ایم. پدر با هول و هراس و زمان سنجی تحسین برانگیزی مرا با گاشو بلند می کند و همراه خانواده به سمت زیر پله حیات می رویم. پدر گاشو را روی زمین می گذارد. همانطور نشستم و جم نمی خورم. آنقدر ترسیدم که غذای حاجت از بیخ فراموشم شده. چشمم را به آسمان دوختم. چراغ‌های جنگنده از فاصله دور در ظلمات عجیب شهر خاموش برق می‌زند. دور و برم هیچ صدایی نیست. کل حیات، تمام اعضای خانواده، تمام کوچه و شاید تمام شهر در سکوتی عجیب در انتظار یک اتفاقند. شاید هم این سکوت هراسناک تنها توی سر من است و نه در واقعیت. نمی‌دانم. همینقدر یادم می آید که تنها صدای موجود در پناهگاه خانگی ما صدای همان رادیوی ترانزیستوری قدیمی است. همان رادیو بعد از چند دقیقه هراس خوفانگیز با اعلام وضعیت سفید ما را از شک و تعلیق آن شب جهنمی در می آورد. تصویر چهارم، سالهای جنگ و پسا جنگ برای کودکی من چند خاطره هرمنوتیک و فرامسلی هم دارد. انتظار عمومی این است که خاطره نوشت ها صرفاً از متن واقعی آن سالهای سیاه سخن بگویند، از موشک و بمباران و ترسهای فراگیر اجتماعی و سیاسی آن روزها. اما در کنار این سیاهه ها یادآوری چند تصویر فرامسنی شخصی برای من شیرین است. روزهای خانه ما در دهه 60 و 70 در سالهای جنگ و پساجنگ ترکیب بود از صدای شجریان، بوی ناب قرم سبزی، ساعت شماری برای شروع برنامه کودک، زورهای موسیقی با رادیو کویت، صدای هایده، گوش دادن موزیک از بسن پارازیت‌های رگباری رادیوهای فارسی زبان، آواهای کودکانه هنگامی آشار، بوی نفت، بوی علایالدین، آلبوم خروسری و پیرهمپری، تیل بازی و بیختیواری و هزار یک نشانه تصویری که احتمالاً خیلی هایشان با تصاویر هم نسلانم مشترک است. تصویر آخر، طی این سالها من دو آهنگ با مضمون دهه 60 خواندم و سعی کردم تمام نشان شناسی آن سالها را در متن و فرامسن این آهنگ ها بگنجانم.
نمیدانم هدفم از این کارها چه بوده، اما به نظرم این آثار در آینده در کنار ده ها اثر دیگر در باب آن سالهای تیرگون که خوانده خواهد شد و نوشته خواهد شد و فیلم خواهد شد، به عنوان پازل هایی در بازخوانی تاریخ اجتماعی آن سالهای بد به کار می آیند و به نسل های آینده خواهند گفت که در سالهای آخرین قرن 20 بر مردم این دیار چه گذشته است. بدون شک آیندگان قاضی های بهتری هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما، سلام به همه شما دوستای عزیز و سلام به همه رزمندگان و جهانگیر و جهانگران عزیز، سلام به همه شما، سلام به همه عزیز و سلام به همه جهانگیران. آجیر، بوی بام، نوار، ضربی شیشه، تاریخ هشتم اسفند 1366. سایه های بام، پشت بام، حمله به شهر تهران هم، بچه ی انقلاب زیر سن، توی شلوغی کوچه ها گرد، سنگرای شنی، مرغ کپونی، رادیوی جیبی یا انتیک، تیوی لامپی دکانانه، جبه خالی ایدئولوژیک، از جلو نظام توی صف، یه مش درس بی مصرف، درس توجیه هر عملی برای صرف فعل هدف، توپ دولای کوچه تنگ، دفتر نقاشی ارجنگ، بازی جمعی تیر و توفنگ، بازم کیو کیو بنگ بنگ. تو تکرار این فصول قصه هایی، تو تفسیر صدای این صدایی، شاید باز یک بار دیگه شد دستش به سر شه، شاید دوباره شب روشن شه سر شه. رضایی، خامنه، آبل اوریون، آکنه، ساعت اعدام سرمایداری که توی جردن ساکنه، جنبه های غم، پشت غم، خنده ها و گریه های در هم، شرح مشدد ظلم و ستم توی کتاب خاطرات علم، جمله های خنده های لوس، صورتک های چرکی عبوس، تجلیل سینمای شبه روشن، فکر مسخری روز، ساندویج مرغ، تون ماهی، شوق خرید دفتر گاهی، تیراژ صد هزار، تاهی یک نشریه چرت فکاهی، ساعت پنج، گم شدگان، حاج پشین، میتی کمان، حل مسائل نصف جهان، با کله تازه ایکیوسان، سایه جنگ، عصر تفنگ، طعم تربیت با اردنگ، خلاصه این که به قول و گوگوش بازم کیو کیو بنگ بنگ، دوباره کیو کیو بنگ بنگ، هنوز کیو کیو بنگ بنگ. تو تکرار این فصول قصه هایی، تو تفسیر صدای یاد باز یک بار دیگه شد دستش به سر شد.